این روزها افغانستان زیر سایه سنگین بحرانی فراگیر قرار گرفته. توافق آمریکا و طالبان در قطر آغازگر فاز جدید تحولات میدانی شد، به خصوص آزادی هزاران زندانی این گروه از زندانهای افغانستان. حالا ده‌ها ولسوالی به گونه‌ای پرسش برانگیز و با اما و اگرهای بسیار در تصرف طالبان قرار گرفته و جنگ در مراکز برخی ولایات مانند غزنی و قندهار جریان دارد. همزمان امروز گروهی از مقام‌های کابل و رهبران سیاسی به قطر رفتند تا دور جدید گفتگوهای دوحه را کلید بزنند. در این برنامه می‌پرسیم وضعیت بی‌سابقه کنونی معلول چه علل و عواملی است؟ شواهد و قرائن موجود گویای چه فعل و انفعالات و یا زد و بندهایی است؟ خروج آمریکا از افغانستان و فعال شدن کشورهای همسایه و منطقه در کشور ما چه زمینه‌ها و پیامدهایی دارد و مسیر صلح احتمالی با توجه به ویژگی‌های قومی، اجتماعی و سیاسی جامعه ما از کجا و چگونه می‌گذرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها و واکاوی سیاست و امنیت جاری در کشور ما را با مهمانان این برنامه گفتاورد و بحث می‌کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند، سلام بر شما، به این برنامه خوش آمدید. در بحث امروز در خدمت جناب آقای دکتر فضل الهادی وزین، استاد دانشگاه، آقای محمد جواد مهندسی، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه، و آقای دکتر عبداللطیف نظری، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه که از طریق اسکایپ با ما همراه هستند. بحث رو با آقای وزین آغاز میکنیم. جناب آقای دکتر، افغانستان شاهد بحرانی ترین وضعیت خودش در طول 20 سال گذشته است. ده‌ها ولسوالی سقوط کرده و در تصرف طالبان قرار گرفته و میدانهای نبرد گرم و نفس گیره. وضعیت جاری به نظر شما زاده چه فعل و انفعالات و عواملی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما استاد فیاض، جناب خدمت آقای دکتر سیب نظری، خدمت آقای مهندسی و بینندگان محترم تلویزیون تمدن. باید عرض بکنم که آنچه که افغانستان در هفته های اخیر شاهد آن است نتیجه تراکمات 4 دهه گذشته و به ویژه نتیجه فعل و انفعالات و کنش ها و کنش های سیاسی نظامی اجتماعی در 20 سال اخیر است و آنچه که امروز در افغانستان واقع می شود در حقیقت ادامه و نتیجه حوادث و اتفاقات و جریان های 20 سال اخیر است که در آن بازیگران داخلی و خارجی هر یک به پیمانه قدرت و نفوذشان و حضورشان نقش می آفرینند و نقش دارند. اگر خواسته باشیم به گونه بسیار موجز و مختصر به آنچه که شما فرمودید اشاراتی داشته باشیم، می توان بگویم که حوادث هفته های اخیر و تشدید جنگ در افغانستان و همچنان سقوط مناطق وسیعی از کشور به دست حرکت طالبان در نتیجه جنگ یا بدون جنگ و همچنان تشنج و تشنج حاصل در مناطق مختلف کشور زاده از دست زاده کمکاری و همچنان از دست دادن فرصت هایی است که برای صلح در افغانستان به وجود آمده بود. بعد از آن که ایالات متحده آمریکا طویلترین جنگ خود را در افغانستان تجربه کرد و بعد از آن که ایالات متحده آمریکا آنگونه که میخواست نتوانست به آنچه که میخواهد برسد در افغانستان و آن وعده های بلند بالایی که برای مردم افغانستان و جهانیان داده بود که در افغانستان پیشرفت اقتصادی، توسعه، حکومت خوب و استقرار سیاسی، امنیت و این زمینه ها را فراهم میکند، متاسفانه ایالات متحده آمریکا در همه آنچه وعده داده بود ناکام شد
و در نهایت آمریکا از دید من به این رسید که اشغال افغانستان و جنگ در افغانستان کم کم به تاثیرات بسیار ناگوار بر اقتصاد، امنیت و بسا چیزهای دیگر در ایالات متحده آمریکا میگذارد، بنابراین آمریکا ناگزیرن به گونه ناگزیر شد تا تصمیم بگیرد از افغانستان بیرون شود. آنچه که توقع بود سود نشد. حکومت افغانستان با کارشکنی ها و فرصت سوزی های زیاد در تلاش شد تا به قدرت ادامه بدهد، یعنی آقای دکتر محمد اشرف غنی در قدرت باقی بماند و بنابراین کارشکنی صورت گرفت. مذاکرات دوحه به تاخیر افتاد، با تاخیر فراوان آغاز شد. طبعا همان گونه که تحلیل می شد و گفته می شد هدف حکومت افغانستان این بود تا اداره ترامپ کنار برود، در انتخابات اداره جدید آقای جو بایدن روی کار شود. ممکن است که اداره دموکرات ها در آمریکا در خروج نیروهای آمریکایی تجدید نظر بکنند. دکتر شما در صحبت هایتان من دو نکته را گرفتم از صحبت های شما. یکی این که عنوان کردید که جنگ فعلی جنگ بین افغان هاست و اهالی همین سرزمین، و ممکن است این موضوع مشروعیت جنگ طالبان را، آن چیزی که ادعا میشه از سوی طالبان، خب با چالش های جدی مواجه بسازه، و از طرف دیگه هم به نوعی حالا او را تلاش حکومت و رئیس جمهور برای باقی ماندن در قدرت، حالا او را حالا عبارات دیگری هم بعضی از تحلیلگران دادن، این دو عامل در حقیقت سبب شد که گفتگوهای دوحه به نتیجه نرسه. اگر این دو عامل را قدری موشکافانه باز بکنیم، از جنگ جاری توسط طالبان در افغانستان شروع بکنیم، آیا این جنگ در حال حاضر مشروعیت دارد؟ ببینید آقای فیاض، مشروعیت من اگر خواسته باشه مشروعیت را تعریف بکنیم، ممکن مشروعیت از دیدگاه ها و زاویه های مختلف دیده شود. مشروعیت شرعی، دینی، مشروعیت سیاسی، مشروعیت های و از این قبیل. ممکن هر کسی از چیزی که بیشتر طالبان ادعا میکنه مشروع این جنگ، جنگی که اکنون در افغانستان هست ادامه جنگ های قبلی هست، یعنی مثلا جنگ هایی که مجاهدین با حکومت حزب دموکراتیک خلق داشتند در وقت جهاد، بعدن جنگی که بعد از اشغال افغانستان توسط جهاد جرور شوروی سابق ادامه یافت، و همچنان جنگی که بعدن میان مجاهدین جنگ‌های داخلی واقع شد در دهه 70، و بعدن جنگ طالبان با حکومت مجاهدین، و بعدن تهاجم نظامی ایالات متحده آمریکا بر افغانستان. این ادامه همان جنگ است. یعنی قبل از آغاز از تهاجم ایالات متحده آمریکا بر افغانستان هم در این کشور جنگ بود و هر طرف ادعای مشروعیت میکرد، مثلا مشروعیت. بنابراین من گمان میکنم که این جنگ، اگر دید من را خواسته باشید عرض بکنم خدمت شما، این جنگ کنون در افغانستان جریان دارد، مانند جنگ های دهه 70 میان مجاهدین و جنگ هایی که میان طالبان و حکومت مجاهدین در واقع شد. این جنگ ها یعنی اگر از دید منافع ملت افغانستان قضیه را ببینیم که متضرر اصلی ملت افغانستان است و این جنگ هست و بود و دین و دنیای مردم افغانستان را به تباهی میکشد، من گمان میکنم که این جنگ از آن دید فاقد مشروعیت است. یعنی به این معنا که در این جنگ افغانها کشته می شوند، افغانها به قتل می رسند، دارایی‌های مردم افغانستان به تاراج می رود، و از همه خطرناکتر سقوط سیستم و نظام. البته من حکومت نمیگم، این حکومت باید برود، این حکومت باید همه اساسات و بنیادهای مشروعیت را که نداشت، آنچه را که داشت هم از دست داده است، باید این حکومت باید برود و تعویض شود، تبدیل شود. مگر خدا نخواسته اگر نظام سقوط بکند، و آنچه را که ما میبینیم مثلا نظام یعنی ارزش هایی که در قانون اساسی افغانستان تسجیل است که برای مردم افغانستان قابل قبول است، نظام یعنی بنیادها و اساسات دولت، مثلا اردو، پلیس، امنیت، وزارتخانه ها، تجارت، راه ها، همه چیزا. اگر این جنگ و این نظام را به سقوط مواجه بسازد، نظام سرنگون شود، سقوط شود، من گمان میکنم که افغانستان به قهقرایی میرود که نجات افغانستان از آن قهقرا و تباهی گمان میکنم اگر مستحیل نباشد یقینا بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین این جنگ از دید مشروعیت، این جنگ باید قبل از فردا امروز به پایان برسد، و
یعنی جنگ اکنون بر سر قدرت هست. قدرت هست. اما نقطه تیم کنم جنگ خلاص اگر همه چیز را جنگ بر سر قدرت است، یک طرف حکومت دوهای ریاست جمهوری که سالی در ارک هستن اصرار میکنن که به هر قیمتی که باشد ولو به قیمت سقوط نظام و همه چیز اینا در قدرت باقی بمونن، تا آخرین لحظه اصرار میورزن بر این تلاش دارن. و طرف دیگر حرکت طالبان برای رسیدن به قدرت، اونا تلاش خود را دارن، تلاش کوشش میکنن و هر طرف بر موقف خود اصرار میورزد که من هم موقفی که دارم باید بر این پا بر جا بمانم. در نتیجه این است که هیچ طرف بر ادامه این جنگ که سبب بربادی و تباهی افغانستان میشود، ممکن است این جنگ آنان را که بر جنگ اصرار میکنند هر دو طرف را نیز به تباهی بکشاند که بعد از فوات آوان پشیمانی دیگر سودی نداشته باشد. متشکرم. صحبتی با جناب آقای نظری داشته باشیم روی اسکایپ که با ما در تماس هستند. آقای نظری، همونطور که در صحبت‌های آقای وزین هم آمد، مجموعه پیچیده از علل و عوامل دخیل هست در بحران کنونی و به نظر میرسه که اگر بخوایم به اصطلاح به لحاظ زمانی نگاه بکنیم، با روی کار آمدن آقای اشرف غنی افغانستان وارد فاز جدیدی از سیاست و امنیت شد. بعد از آغاز مذاکرات هم تعاملات بین حکومت طالبان و امریکای خلیلزاد در حقیقت شاهد بودیم که در نهایت منجر شده به وضعیتی که فعلا ما در افغانستان شاهدش هستیم. آیا واقعا میشه بحران فراگیر کنونی را نتیجه این سه بازیگر و سه ضلع این مثلث دانست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه جناب دکتر وزین و بینندگان محترم تلویزیون تمدن. من فکر میکنم که اگر ما نگاهی مشفقانه تر به روند تحولات فعلی افغانستان داشته باشیم، به خصوص تشدید جنگ و خشونت که در پرسش شما مطرح شد، به نظر میرسه که چند تا متغیر در تشدید این روند میتونه تاثیرگذار ارزیابی شود. اولین مسئله توافق آمریکا و طالبان بود که به تضعیف جایگاه حکومت افغانستان منجر شد و عملا حکومت را در سراشیبی قرار داد و این مسئله باعث شد که ما هم واکنش انفعالی از سوی حکومت افغانستان شاهد باشیم و هم طالبا احساس بکنه که در یک موقف برتر قرار دارد و میتونه هم از نظر کارآمدی و هم از نظر مشروعیت و هم در جبهه نظامی حکومت افغانستان که حامی خود را از دست داده به چالش بکشه. دومین مسئله، من فکر میکنم که خروج غیر مسئولانه و شوروی گونه ایالات متحده آمریکا از افغانستان هست که روحیه نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان را تضعیف کرد و برعکس طالبا را تقویت کرد از نظر روانی و گفتمان طالبان از بعد سیاسی هم دارای مشروعیت گردید و با بسیار از کشورهای منطقه در تماس شد و سازمان ملل متحد توافقنامه را که بین طالبان و آمریکایی ها به امضا رسیده بود به رسمیت شناخت و همچنین کشورهای اروپایی از این روند حمایت کرد. سومین عامل، من فکر میکنم که چند پارگی هست که در بین کنشگران سیاسی افغانستان در کابل وجود دارد. این چند پارگی با فقدان اجماع نظر سیاسی همراه شد و هرچند به پروسه صلح افغانستان هم آسیب زد، اما طور که جناب استاد وزیر اشاره کردن پروسه صلح با کارشکنی و سبوتاژ روبرو شد، با تأخیر زندانان طالبان آزاد شد، با تأخیر مذاکرات بین الافغانی آغاز شد و در نهایت ما حتی یک بنبست در روابط دو جانبه بودیم که در این روزها باز هم قرار گزارشات قرار است که یک روند جدیدی در گفتگوهای صلح مورد توجه قرار بگیرد که امیدوار هستم به یک نتیجه مثبت برسم. پس سومین عامل چند پارگی سیاسی یا فقدان اجماع نظر سیاسی بود که در کابل عمدتا بازنمایی شد. و عامل چهارم، من فکر میکنم که ضعف نظام سیاسی افغانستان در حوزه امنیتی هست. این مسئله باعث شد که ولسواله ها
پشت سر هم سقوط بکنه و تصرفات طالبا افزایش پیدا بکنه، تا ای که ما امروزه عملا شاهد هستیم که بنادر مهم در کنترل طالبا قرار گرفته و شریانهای اقتصادی و جاده ها شاهراه ها در کنترل طالبا هستند و عملا یک نوع محاصره استراتژیک را نسبت به کابل ما در آینده اگر این روند تداوم پیدا بکنه شاهد خواهیم بود. بنابراین من فکر میکنم که این چهار تا عامل باعث شد که وضعیت افغانستان به گونه سوق پیدا بکنه که ما شاهد تشدید خشونت، جنگ، ناامنی و ناامیدی میان مردم افغانستان باشیم و در نهایت حکومت افغانستان آنگونه که جامعه اطلاعاتی آمریکا پیش بینی کرده ممکن است پس از خروج آمریکایی ها تا 6 ماه با سقوط کامل روبرو شود. اینا متغیرهای تاثیرگذار هستند که من فکر میکنم روی وضعیت فعلی و کنونی افغانستان مؤثر واقع شده. اما در روند آقای نظری، اما در روند گفتگوها در قطر بارها شنیدیم از زبان اعضای هیئت گفتگو کننده دولت که طالبان اجندای خاصی ندارن و حاضر به مذاکرات جدی در این گفتگوها نیستن. خب ببینید، طالبا با توافقنامه دوحه احساس میکنن وقتی که ایالات متحده امریکا در برابر طالبا شکست خورده، از نظر طالبا آنگونه که اونا تعبیر میکنن دولت دست نشانده امریکا تحت هیچ شرایطی نمیتونه مقاومت بکنه. بنابراین نفسی تقویت شدن این گفتمان باعث شد که طالبا احساس برتری بکنه، منتها با این هوشیاری که طالبا از گذشته ها مخته بودن که اول باید مشروعیت سیاسی و بین المللی را احراز بکنه و سپس جنگ را تشدید بکنه که همین اتفاق افتاد. طالبا در تهران، در مسکو و همچنین در تعامل با کشورهای آسیای میانه، پاکستان و حتی هند و ترکیه تلاش کردند که مشروعیت منطقه‌ای خود را تکمیل بکنه و سپس با توجه به تأخیری که در این روند صورت گرفته بود و طالبا مدعی بودند که دولت کابل کارشکنی میکنه در تسرع روند صلح، او زمان بودن که اینا جنگ های خود تشدید کردن. بنابراین من فکر میکنم که طالبا از هر حیث در یک موقعیت برتر با توافقنامه دوحه قرار گرفته بودن، هم مشروعیت برای خود ایجاد کرده بودن و برای تقویت مشروعیت تلاش کردن که با کشورهای مختلف منطقه به خصوص 3 تا قدرت رقیب آمریکا، چین، روسیه و ایران وارد یک تماس جدی شود و به این کشورها در واقع به گونه تضمین بده که با تسلط طالبا هیچ نوع ناامنی از افغانستان به درون کشورها منتقل نخواهد شد و طالبا حاضر هستند که با داعش مبارزه بکنه و در واقع روابط نیکی را با کشورهای همسایه و منطقه داشته باشه. این مفهومش این بود که طالبا در پی کسب مشروعیت سیاسی و منطقه‌ای بود بعد از اینکه مشروعیت بین المللی را توسط آمریکا و سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که در ارتباط تصویب شد به دست آورده بود. و سوی دیگر طالبا احساس می‌کردند که با خروج نیروهای آمریکایی و ناتو سطح تاب‌آوری دولت کابل به شدت پایین آمده. بنابراین برداشت طالبا این بودند که در واقع بسیاری از نیروهایی که در درون نیروهای امنیتی افغانستان هستند به خاطر آینده خود، به خاطر مسئولیت خود، به خاطر بی‌اعتمادی که به این دولت دارند، با طالبا در واقع کنار خواهد آمد و حتی بدون مقاومت بسیار از پسته ها را رها خواهد کرد که همین اتفاق هم افتاد. بنابراین با توجه به این درک من فکر میکنم که طالبا این احساس برش با وجود آمده بود که در یک تکانه جدی میتونه بسیاری از مناطق را تصرف بکنه و این توان چانه‌زنی طالبان را در میز مذاکره میتونه افزایش بده. بنابراین این به عنوان یک کنشگر من فکر میکنم که یک پدیده در واقع غیر قابل پیش بینی اتفاق نیفتاد، بلکه طالبان از این وضعیت به نفع خود برای چانه‌زنی قدرت، برای کسب امتیاز بیشتر استفاده کرد. بله، متشکرم جناب آقای نظری. برمیگردیم خدمت شما در ادامه. آقای محدثی، صحبت های آقای نظری رو شنیدیم و در حقیقت عوامل مختلفی اینجا لیست شد. حالا اگر سری بزنیم به حوزه میدانی کشور، ما
شاهد این هستیم که حوزه میدانی در حال حاضر شاهد تحولات بسیار گسترده و کلان نیست و ده ها ولسوالی در مناطق مختلف و به خصوص عمدتا ولسوالی های شمال کشور در تسلط طالبان قرار گرفته. اما این تسلط سوالات زیادی به همراه داشته، چون نحوه در حقیقت سقوط این ولسوالی ها با اما و اگرهای زیادی مواجه است و در افکار عامه سوالات زیادی را به وجود آورده. آیا برنامه خاصی در این رابطه وجود داشته؟ با سلام خدمت شما و مهمانان محترم در بحث و بینندگان محترم تلویزیون. به نظر میرسه مرقمی که شما اشاره فرمودید برداشت های ای هست که یک سری برنامه های یک سری بالاخره موضوعاتی وجود داره در ای که ولسوالی ها و حتی بالاخره بیز ها و قلوردو هایی که بالاخره در شهرهای مختلف در ولسوالی های مختلف وجود داشتن یا قرار داشتن، اینا پشت سر هم سقوط میکنه. اگر کدوم برنامه یا یک موضوعی یا مسئله نباشه، من فکر نکنم او توانمندی هایی را که اردوی افغانستان یا ارتش افغانستان داشتن یا دارن و تجهیزات و امکانات نظامی که در اختیار از نیروهای امنیتی افغانستان هست با او بالاخره آموزش های نظامی مدرنی که حالا خیلی از کشورها بالاخره اینا را تربیت کردن، آموزش دادن کشورهای پیشرفته دنیا و با بالاخره شیوه های جنگی مدرن، در برابر یک گروهی به نام طالب که او بیشتر از همو مدارس یا بالاخره ولسوالی ها یا شهرها اینا سر بیرون آوردن و آموزش های دقیق و مدرن نظامی را هم به اصطلاح دریافت نکردن. وقتی سقوط همه از این ولسوالی ها را او هم در یک برهه زمانی بسیار کوتاه ما مشاهده میکنیم، طبیعی هست او گمانه یا او فرضیه ای که بالاخره ممکنه یک سری دست های وجود داشته باشه یا یک سری موضوعات و مسائل وجود داشته باشه که تعمد در جهت سقوط دادن یا رها کردن اولسوال ها و مناطق را در بر داشته باشه، بیشتر برجسته میشه. بله. خب الان اگر نگاه بکنیم این تحولات به قسمی است که در حقیقت نمیشه خیلی ارتباط مستقیم و خطی ایجاد کرد بین تحولات. به نظر میرسه که در بعضی از نقاط حکومت و طالبان در برابر همدیگر هستند و تصور این است که در بعضی از عرصه ها و حیطه ها نوعی تعامل هم وجود داره. ماهیت و چیستی این تعاملات و یا به اصطلاح ارتباطاتی که میتونه بین عوامل مختلف دخیل در قضیه افغانستان وجود داشته باشه، به خصوص بین این ازلایی که من گفتم طالبان، حکومت و کشورهای خارجی به خصوص امریکا و به خصوص نمایندگی امریکا در روند صلح آقای خلیلزاد، فکر میکنید که چه ارتباطات و تعاملاتی میتونه اینجا وجود داشته باشه؟ ببینید چند تا سناریو مطرح هست. یکی که ایالات متحده آمریکا بر حسب همون توافقی را که با گروه طالبان انجام دادن ممکنه فشارهای را بر حکومت افغانستان وارد ساخته باشند و دستوراتی را یا بالاخره توصیه های را داشته باشند برای ای که مقاومت در برابر گروه طالبان در جهت ای که اونا حمله میکنه و برخی از مناطق و ولسوالی ها اصلا شاید جز محورهای توافق باشه برای که باید اختیار گروه طالبان داده شد. و حتی یکی از به اصطلاح صحبت های ای هست که ولسوالی ها و حتی تا 4-5 تا ولایت هم باید اختیار گروه طالبان قرار داده شد که برآمده از توافقات ایالات متحده آمریکا با گروه طالبان هست. این یک فرضیه، یک سناریو هست.
بحث دیگه ای که بالاخره بیشتر تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی و هم در بعد داخلی یا جامعه شناسی سیاسی که هست، یک برداشت واقعیت امری است که از 1991 به این طرف یک چرخشی در ساختار قدرت سیاسی یا قدرت سخت افزاری در افغانستان به وجود آمده که ای برای برخی از دوستان در داخل افغانستان قابل برتابیدن نیست. این تحولات جدید آمد یک چرخش را در ساختار قدرت و هم به لحاظ سخت افزاری در افغانستان به اصطلاح به همراه داشت که مثلا میتونیم حکومت انتقالی را بگی به عنوان مثال، بعدش هم بالاخره دوره حکومت آقای کرزی، حتی فعلا حکومت آقای اشرف غنی، دوره هایی از حکومت آقای کرزی. فعلا یک سناریو یا یک بحث اصلا ای هست اگر بخوایم تحلیلی واقع بینانه داشته باشیم، برای خیلی از تحلیلگرای موضوع مطرح است که اراده در داخل افغانستان هم به اصطلاح بر ای اساس بیشتر به اصطلاح منعطف شده، برای اینکه اونمو قدرت سخت افزاری که بعد از 1991 و دوران جنگ سرد و پسا جنگ سرد در افغانستان به وجود آمده و قدرت سخت افزاری در اختیار برخی از گروه ها یا دستجات یا حلقه های سیاسی دیگه افتاده، این باید پس برگردانده شود و مو دوران قبل از 1991 و بالاخره چند صد ساله افغانستان که قدرت فیزیکی و سخت افزاری باید در اختیار یک حلقه های خاصی از گروه های اجتماعی در افغانستان قرار داده شده. به او خاطر در داخل حکومت افغانستان هم شاید دستجاتی یا حلقه های وجود داشته باشه و دخیل باشه برای اینکه باید چنین وضعیتی در افغانستان به وجود بیاید. به او خاطر مقاومت ها در برابر گروه طالبان در ولسوالی ها، در ولایات و در خیلی از مناطق جنگی یا میادین جنگی صورت نمی گیره و کاملا بدون جنگ رها میشه و گذار میشه و عقب نشینی انجام میشه. اگر من درست برداشت کرده باشم، خب منظور شما تحلیل های مبتنی بر مدیریت قومی جنگ دقیقاً میتونه باشه در حوزه افغانستان. واقعا حالا یک سری از شواهد رو شما بیان کردید، مثل این که مثلا ولسوالی ها واگذار میشه و بدون مقاومت، اما اگر شما نگاه بکنید در مناطق شمال کشور هم یک بخش زیادی از نیروهای طالبان نیروهای بومی منطقه هستن. مثلا در بدخشان مشخصا خب بخش اعظم نیروهای بومی طالبان هستن که حضور پیدا میکنن در مناطق مختلفی که حالا به قسمی رها شده و حالا تسلط اونها را شاهد هست. آیا باز هم در این چارچوب چطور میتونیم به این نتیجه برسیم که مدیریت قومی جنگ جریان داره و قرار است که به اصطلاح قدرت بازگردانده شود به همون ساختارهای قبل؟ آقای محدثی، در قسمت قبلی سوالی مطرح شد مبنی بر احتمال یا وجود بعضی از شواهد و قرائن مبنی بر مدیریت قومی جنگ. یک بحث دیگه که یا سناریوی دیگه یا فرضیه دیگه که میتونیم مطرح بسازیم ایست که اصلا طرف منازعه یا جنگ هم بالاخره مشخص نیست و یک نوع سردرگمی و بالاخره آنومی وجود داره، برای که و امی به امی دلیل هم هست که اصلا بحث پروسه صلح یا صلح افغانستان هم تا حالا را هرچی تلاش های صورت گرفته نتیجه نداده و نتیجه بخش واقع نشده. و اوی است که طرف جنگ حکومت فعلی افغانستان چند حلقه افراد هست که او را تشکیل میده، یکی تبهکاران هست و یکی هم جنگاوران هست و یکی هم خدمت عرض کنیم که بعضی هست که شغلشان در جنگیدن هست و طرفی هم ممکنه بالاخره بخشی هم حالا گروه طالبان باشه.
که بر اساس امو ایدولوژی و باوری که دارند جنگ را بالاخره انجام میتن، یا بحث اونمو حکومتی دست نشانده فعلی و یا اسلام و کفری که در دوران گذشته تر بالاخره بحثش مطرح بود که حضور غربی ها و ایالات متحده آمریکا در افغانستان پررنگ تر بود. پس میتونیم بگیم که طرف جنگ هم مشخص نیست و چند حلقه است که جنگ را در برابر حکومت افغانستان انجام میده. و در شمال افغانستان اگر ما میگیم که برخی از اقوام یا حلقه های دیگه هم هستند که در قالب گروه طالبان جنگ را انجام میده در برابر حکومت فعلی افغانستان، اینا بیشتر در او دو دسته دیگه هست به نظر من که قرار میگیره. ایده ای اصلا نانشان در جنگ است، یعنی چون شغل دیگه ای ندارن و بالاخره کار و کاسبی دیگه ای ندارن، به خاطر دریافت کردن مقداری از پیسه یا پول میان در برابر گروه در برابر حکومت افغانستان و در قالب گروه طالبان و در صفوف گروه طالبان در برابر حکومت افغانستان جنگ میکنه. یک ایده هم هستن که قاچاقبران و تبهکاران و امثال اینا هستن. اینا خدمت عرض کنیم بازم از طریق اینمی جنگ و آنارشیگری و وضعیت بی‌ثباتی در افغانستان او اهداف و منافع خودشان را قابل تأمین شدن میبینند. خدمت شما آقای مهندسی، جناب آقای وزین، آیا شما با مدیریت قومی جنگ موافق هستید در افغانستان؟ من با این شاید از نظر من قابل تأمل هست که آیا جنگ در افغانستان قومی هست به گونه کامل یا خیلی قابل تأمل است، و من با این به گونه کلی و مطلق موافق نیستم. مگر فاکتور یا عامل قومی و زبانی و حتی منطقوی جنگ را، این عامل را در جنگ جاری افغانستان نمیتوان نادیده گرفت. یعنی با نسبت به گونه نسبی چیزهای از این قبیل وجود، جنگ کنونی افغانستان، عوامل دینی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، استخباراتی به گونه به شکل جدی و همچنان قومی و تا حد زبانی، اینها این جنگ محصول این همه عوامل است از دید من. یعنی من هست یک فاکتور، یک عامل یقینا مطرح است، شاید اگر در کل در نزد حکومت یا حرکت طالبان در کل مطرح نباشد، حداقل در بعضی از کسانی که در جنگ نقش فعال دارند این ممکن است مطرح باشد و نشانه ها و قرائن در این مورد وجود دارد. اما به گونه ای اگر بگوییم که جنگ کاملا قومی است، من گمان میکنم که این درست نیست. در صفوف حرکت طالبان حتی در سطح رهبری، چی در رهبری کنونی حرکت طالبان و چی در رهبری سابق حرکت طالبان، شخصیت های مؤثر از اقوام دیگر حضور داشتند و کنون هم این حضور دارند. و خلاصه کردن جنگ از دید من این که جنگ کاملا قومی هست، شاید این محل نظر است، محل نظر و محل تأمل است. گمان میکنم سوال شما پاسخ. بله، خب بحثی که در این رابطه وجود داره این است که حالا جناب آقای نظری در بخش از صحبتهایشان و همچنین آقای مهندسی صحبت کردن که شواهد و قرائن وجود داره که در نهایت یک چنین استنتاجی میشه. تناقضات رفتاری که در جانب حکومت وجود داره، از اون طرف هم اقداماتی که در میدان ها صورت میگیره، تحولاتی که در میدان ها شاهد هستیم، مغایر با شعارهایی که سطح رهبری طالبان میته، و مجموع این تحولات باعث میشه که بعضی از کنشگران سیاسی در افغانستان یک چنین نتیجه ای را میگیرن. اگر شما به قول یکی از کارشناسان، اگر شما افغانستان را با یک خطی به دو نیمه شمالی و جنوبی تقسیم بکنید، شاید 10-12 ولسوالی در نیمه جنوبی سقوط کرده باشه، اما 70-80-90 ولسوالی در نیمه شمالی افغانستان سقوط میکنه. پس یک چنین شواهد و قرائن را چطور میشه تحلیل کرد؟ عجبی من این است که اصل از دید من اصل قصه از اینجا شروع میشه در مورد سقوط ولسوالی ها، که حکومت یعنی ارگ ریاست جمهوری در کابل نخست منتظر بود تا اداره بایدن
قدرت به دست بگیرد و تجدید نظر بکند بر خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، که چنین نشد. بعدا حکومت تلاش کرد آقای دکتر محمد اشرف غنی که به آمریکا سفر داشته باشد، تلاش کند با لابی، با کسانی که لابی میکنند و جنرال های سابق، بعد شخصی کسان در کنگرس و همچنان در استگاه استخباراتی ایالات متحده آمریکا، تا به نوی آقای بایدن را به این خانه بسازند که حداقل این خروج را یا تاخیر بیندازد یا حداقل برخی قابل چشمگیری از نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند، که این کار نشد و بر اساس گزارشاتی که وجود دارد آقای بایدن حاضر نشد تا بپذیرد که موضوع تجدید نظر بر خروج نیروهای آمریکایی جزء آجندای مذاکرات باشد. در نهایت هیئت سفر کرد، لابیگری صورت گرفت، ولی در نهایت چیزی به دست نیامد. قبل از سفر، برای این که حکومت ایالات متحده آمریکا را، اداره جدید را و جامعه جهانی را زیر فشار قرار بدهد، تصمیم حکومت بر این شد که، یا برخی از شخصیات عرض بر این شد که به گونه اعمال فشار برخی از ولسوالی ها را هدایت بدهند که نیروهای نظامی افغانستان در آنها با طالبان نجنگند. نجنگند. و این را حکومت هم گفت که خروج تکمیل مهم است. گفتن که عقب نشینی تکتیکی است. در نتیجه این شد بعضی ولسوالی ها که بدون جنگ به طرف طالبان تسلیم شده عقب نشینی کردند. نتیجه این شد که این مورال و روحیه جنگی سایر نیروها را در مناطق دیگر کشور به شدت پایین آورد. و از اینجا سلسله سقوط و تسلیمی بیس ها و پایگاه ها و ولسوالی آغاز شد که در این بازی نیز ارگ ناکام شد و نتیجه این شد که ما شاهد سقوط پای همه مناطق وسیع از افغانستان به دست حرکت طالبان بودیم. در بسیار از مناطق حرکت طالبان، یعنی بسیار گزارشاتی که ما داریم و میرسد از مناطقی که دوستان میگویند، حرکت طالبان به حد کافی افراد ندارد که وقتی که ولسوالی بدون جنگ تسلیم می شود، خب از این عبور می کنند به ولسوالی دیگر. یعنی در اینجا کسانی وجود ندارند تا در این ولسوالی باقی بمانند. این ولسوالی خالی از افراد، یعنی در آن چیز باقی نمی ماند. بنابراین وقتی که جنگ در نتیجه مورال و روحیه جنگی انگیزه است که جنگ در پیروزی ناکامی در جنگ بسیار زیاد مؤثر است، بیشتر از اسلحه. دستی که می جنگد و دستی که به انگشتی که به ماشه می رود، اگر صاحب این انگشت و این دست روحیه جنگی ند، انگیزه قوی نداشته باشد، یقینا اسلحه به خودی خود از دست می افتد. بنان عرض من این است که این در شمال هم است و در جنوب هم است. در شمال افغانستان این بار طالبان استراتژی خود را تغییر دادند، از شمال در شمال تمرکز کردند، برای این که طالبان در گذشته از در شمال آسیب پذیر بودند و بار تلفات دادن و مشکلات واقع بینن، و حرکت طالبان این بار از شمال آغاز کرد و همچنان حرکت طالبان این میخواد بگید که ما در سرتاسر افغانستان حضور داریم و در همه جا هستیم و ما مربوط به یک اتنیسیتی خاص یا قومیت خاص نیستیم. دقیقا تحلیلگران به همین نکتهی که شما اشاره میکنند. عمدتاً بحث این است که چون طالبان این دفعه بر شمال تمرکز میکنند، به خاطر اینکه مناطق شمالی را شاید تنها منبعی میدانند برای مقاومت احتمالی علیه خودشان. خب در چنین وضعیتی باز هم ذکر میکنم تمرکز طالبان روی شمال باعث سقوط ولسوالی ها نشده. خیلی وقتها شواهد و قرائن نشان میده که این ولسوالی ها رها شده و در حقیقت در اختیار طالبان قرار گرفته. آیا فکر نمی کنید که در قالب یک مدیریت کلان که همانا توافق بین امریکا و طالبان بوده، مدیریت کوچکتری دیگه در این چارچوب در حال انجام هست در راستای واگذاری این مناطق به طالبان؟ من اشاراتی داشتم به اینکه این قصه از کجا آغاز شد. خدمت شما عرض کردم که این یکی از پالیسی ناکام دیگر این حکومت دوستان ارگ است که چون این گل را به آب دادن و نتیجه به کار به اینجا کشید. به هر صورت عرض من این است که حرکت طالبان یک نیروی مؤثر و موجود در افغانستان است و در 20 سال گذشته با ایالات متحده آمریکا و ناتو در حال جنگ بودند و این وقت جامعه افغانستان است. مگر به صرف نظر از این که طالبان چقدر پیشروی میکنند و حکومت در کجا پیشرفتی به عقب نشینی میکند، پیشرفت میکند، مهم این است که ما آقای فیاض ضرورت مبرم افغانستان در مرحله کنونی صلح است. این جنگ باید امروز قبل از فردا پایان بیابد و در جنگ داخلی
شما گفتید به جنگ داخلی میرویم، لیکن ما بس دید من ما البته من نگفتم شما نگفتید بس دوستان میگن که جنگ داخلی در افغانستان آغاز میشه، ببخشید این در رسانه افغانی و غیر افغانی دست. ما فعلا در جنگ داخلی قرار داریم، هر دو طرف جنگ افغان ها هستند و و بدتر از همه که در این میان افغان های ملکی کشته میشوند، شهید میشوند. و من گزارش داد به جایی که دوستان پیشتر میگفت در ولسوالی مالستان در ولایت غزنی، یعنی در حدود 31-32 نفر افراد ملکی به شمول بعضی اطفال در دیروز و پریروز به شهادت رسیدند، که یعنی تنها در یک منطقه، در یک ولسوالی. بنابراین ما نیازی مبرمی رفتن به سوی صلح است. حرکت طالب در این جنگ داخلی ما پیروز و ناکام، هر کسی که در جنگ داخلی خود را پیروز عنوان میکند در حقیقت ناکام است. تأکید ما همین است که ما ضرورت به صلح داریم و در هر صورت باید بریم به سمت صلح، اما نگران این هستیم که در حقیقت این مسیری که ما را به صلح میبره متاسفانه داره هزینه خیلی زیادی را به بار میاره. جناب آقای نظری، بحث را روی امریکا و پایان حضور نظامی امریکا در افغانستان ادامه بدیم. شاید در طول 20 سال گذشته اگر کسی صحبتی در رابطه با خروج امریکا از افغانستان میکرد، کسی باور نمیکرد بر اساس استراتژی هایی که در جانب امریکا مطرح میشد و یا صرف هزینه های میلیاردی بسیار گسترده و کلانی برای ساخت و اعمار پایگاه های بزرگ نظامی، چه شد که امریکا تصمیم به خروج میگیره از افغانستان؟ به نظر میرسه که تمرکز امریکا از این پس روی خاورمیانه یا غرب آسیا یا آسیای مرکزی نخواهد بود، بلکه بیشتر آسیا پاسیفیک و اقیانوس آرام هست که در واقع میتونه اولویت سیاست خارجی آمریکا را شکل بندی بکنه. دومیت مثلا من فکر میکنم است که آمریکایی ها در نهایت واقعیت میدانی افغانستان پس از 20 سال حضور درک کرد و به او اعتراف کرده. از نظر آمریکایی‌ها شرایط ایده‌آل برای خروج هیچ وقت فراهم نبوده و در آینده هم فراهم نخواهد شد. بنابراین چشم‌انداز روشنی از سوی آمریکایی‌ها برای ماندن در افغانستان وجود ندارد. افزون بر این که افغانستان طی سال‌های گذشته شاهد یک دولت ناکارآمد و سرشار از فساد و در واقع ناکام بوده که هیچ گونه تانست انسجام اجتماعی را در معرض نمایش قرار بده. در کنار سه تا عامل، تلفات نظامی و هزینه مالی کلان ایالات متحده امریکا هم باعث شد که آمریکایی ها در نهایت با همه ساز و برگی که در افغانستان سرمایه گذاری کرده بود افغانستان ترک بگوید و یک نوع خروج غیر مسئولانه داشته باشد. یعنی همان گونه که در واقع حضور آمریکایی ها در افغانستان باعث شد که مواد مخدر افزایش پیدا کنه، ناامنی گسترش پیدا کنه، شقاق سیاسی در افغانستان روند سعودی را طی بکنه و یک دولت ناکارآمد و غیر مسئول در افغانستان در کنار آمریکایی‌ها وجود داشته باشه، خروج آمریکایی‌ها هم پیامد بسیار سنگین و مخرب برای افغانستان داشت که نمونه از اون ما در حال حاضر در تشدید جنگ و خشونت و ناامنی شاهد است. آقای نظری، از این منظر خروج امریکا از افغانستان حالا باعث شده که کشورهای همسایه و منطقه بیشتر فعال شوند در حوزه افغانستان. در این بخش فکر میکنید که چه اهداف و استراتژی‌هایی را ما شاهد هستیم و از سوی چه کشورهایی در حال اجرا و پیگیری هستیم موضوع؟ خب در ساختار نظام بین الملل همیشه متداول بوده وقتی که یک قدرت بزرگ یا قدرت جهانی منطقه را ترک میکنه، کشورهای منطقه تلاش میکنه که او خلای ژئوپلیتیک را پر بکنه. بسیار طبیعی هست که با رفتن آمریکایی ها کشورهای رقیب آمریکا در افغانستان فعال شود. چین، روسیه، ایران، ترکیه و پاکستان از جمله قدرت های تاثیرگذار خواهد بود که تلاش خواهد کرد به گونه این خلای ژئوپلیتیک را در افغانستان پر بکنه. ولی به نظر برسه که بیش از همه در واقع این پیامد برای آمریکایی ها زمان سنگین تمام خواهد شد که چین به عنوان رقیب بین المللی آمریکا بخواهد در افغانستان سرمایه گذاری سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته باشد. و آمریکایی ها در حال حاضر دقیقا نگران این وضعیت هستند که بس یک جاده یک کمربند
که چین او را به عنوان راهبرد کلان سیاست‌های جهانی خود مد نظر قرار داده، ممکن افغانستان به دامن چین پرتاب کنه و در واقع آمریکایی‌ها وضعیت در افغانستان سپری بکنن مثل که پس از خروج از ویتنام با او مواجه شد. آقای یعنی نظری، اما بعضی از تحلیلگران معتقدند که سیاست چین در گذشته نشان داده که این کشور نسبت به حضورش در مناطق مختلف جهان خیلی محافظه‌کار هست و نمیتونه در حقیقت سیاست‌های باز آمریکا را در سطح جهان دنبال بکنه. خب ببینید، شرایط جهانی و منطقه‌ای در حال حاضر تغییر کرده. چین در حال حاضر همزمان که مشق هژمون‌گرایی جهانی میکنه، تلاش کرده که رشد و توسعه اقتصادی خود را پیوند بزنه به توسعه نظامی. به همین دلیل که امروزه چین در کشورهای مختلف و در قاره‌های مختلف تلاش میکنه که به گونه یک قدرت هژمون مطرح شوه و در واقع روابط خود را با کشورهای تاثیرگذار منطقه توسعه ببخشد. در غرب آسیا اگر شما در نظر بگیرید، همزمان چین هم با ایران روابط گسترده داره و هم با عربستان سعودی، و همچنین حتی در کشورهای آفریقایی چینایی ها سرمایه گذاری قابل توجهی را کرده. در آمریکای لاتین با اتحادیه اروپا، به خصوص با آلمان که متحدان آمریکا محسوب میشه، چینایی ها روابط خود را افزایش داده. بنابراین من فکر میکنم که اون دوره، دوره انزواگرایی یا دوره محافظه‌کاری در حال حاضر از نظر چینایی ها به سر آمده و چین میخواهد که نقش گسترده را در تحولات بین المللی و خدمت آقای محدثی، نظر شما چیه آقای محدثی در این رابطه و حضور کشورهای منطقه، به خصوص بحث ترکیه را وقتی به میان میایه، این موضوع یک مقدار در بعضی از محافل سیاسی نگرانی ایجاد کرده، چرا؟ برداشتی که ما داریم این است که البته کشورهای منطقه‌ای در گذشته هم نسبت به تحولات افغانستان بی‌تفاوت نبودند، منتها با حضور غربی‌ها و به خصوص ایالات متحده آمریکا امون میزانی تاثیرگذاری خودشان را یا اهداف منافع خودشان را که می‌خواستن تعقیب کنه، زمینه‌ش را ممکنه کمتر به اصطلاح می‌دانستن. اما در این که نسبت به تحولات افغانستان و قضایای افغانستان اونا به تفاوت بوده باشه، به نظر من این گپ نادرست است و فعلا با خلایی که به وجود آمد و یا به وجود خواهد آمد، کشورهای منطقه‌ای بیشتر فعال شده برای که اونمو اهداف منافع خودشان را به اصطلاح بهش دست بیابن. یک، چون هر کدوم از این کشورهای منطقه‌ای بالاخره نفوذ خودش را در بستر به نام افغانستان دارن و گروه‌های اجتماعی خودشان را در افغانستان برخوردار هستند. یک نکته باعث بحرانی تر شدن اوضاع در افغانستان دقیقاً یعنی یکی از نگرانی‌هایی که وجود داره هم اتفاقاً همین هست که با مداخله بیشتر از سوی کشورهای منطقه‌ای در معادلات افغانستان ممکنه تنش‌ها در افغانستان هم افزایش پیدا بکنه. یک نکته. نکته دومی که کشورهای منطقه‌ای بالاخره بیشتر تلاش دارن و به اصطلاح سعی کردن سهم بیشتری را در بحث صلح و جنگ افغانستان داشته باشن پس از خروج نیروهای غربی یا به خصوص ایالات متحده آمریکا، نگرانی‌هایی هست که کشورها دارن یا برخوردار هستن از اینکه بالاخره خیلی از این کشورها مرزهای مشترک را با افغانستان داره و بخواین نخواین تنش ها و درگیری ها و خشونت اگر در افغانستان تداوم پیدا بکنه، طبیعی هست که دودش به چشم این کشورها هم خواهند رسید. از این راه گذر است که نگرانی های خودشان را برای که مرتفع بسازند یا بالاخره پیشگیری انجام بتن از او آسیب هایی که ممکن متوجه از کشورها شوه، در تلاششان را مضاعف ساختن یا چند برابر ساختن برای که سهمی را در ساختار قدرت آینده افغانستان داشته باشه. یک دویی که اون نگرانی‌ها یا تضمینی از سوی حکومت آینده افغانستان برایشان داده شده برای که منافع از کشورها هم بالاخره مورد خطر یا تهدید قرار نخواهند گرفت. یک بحث.
بحث دیگه ایرم که میخواستم مطرح کوتاه اشاره بکنیم، ببینید ما برداشت میه که ایالات متحده آمریکا وقتی از افغانستان خارج شده یا خارج خواهند شد، به نظر ما نسبت به تحولات افغانستان و منطقه به تفاوت نخواهند ماند. اونا چنون که از صحبت های بسیاری از کارگزاران سیاسی در ایالات متحده آمریکا هم ای برمی آید، توجه را یا نمنگاه را به تحولات افغانستان دارن، برای که امو هژمونیشان را در سطح نظام بین الملل بتانن حفظ کنن و تداوم ببخشن، نمیتانن توجهی به قضایا و تحولات افغانستان و آینده افغانستان نداشته باشن. یک، چین هم که بحثش مطرح شد، به نظر من چین بیشتر فعالیت هایش در حوزه های مختلف یا مناطق مختلف بیشتر در بعد اقتصادی هست یا بالاخره محدود به عموم مسائل اقتصادی یا فعالیت های اقتصادی بیشتر هستند. در بعد نظامی من خیلی باورمند نیستم که چینی ها بیای در افغانستان پایشان دخیل بسازند، با توجه به تجربه ای که از روس ها یا اتحاد جماهیر شوروی داشتن و همچنین غربی ها یا به خصوص ایالات متحده آمریکا. بسیار کوتاه نظر آقای نظری رو میگیریم، بعد در پایان در جنبندی میایم خدمت آقای وزین. اشاره آقای محدثی در رابطه با چین که بیشتر حوزه فعالیتش اقتصادی بوده و در حوزه نظامی خیلی میتونه بگیم که سعی میکنه خودش رو دخیل نسازه، نظر شما یعنی مغایر نظر شماست؟ خب ببینید، چین امروزه دور مشق هژمونگرایی جهانی میکنه و نگرانی آمریکایی ها هم ایست که ما در برابر یک ابرقدرت به تعبیر از اونا استبدادی در حال ظهور قرار داریم که در حوزه های فنی، اقتصادی و نظامی هژمونی ایالات متحده آمریکا را در سطح جهانی با چالش روبرو میکنه. از این منظر من باورم نیست که چینایی‌ها حتی در جیبوتی یک کشور بسیار بسیار دورافتاده پایگاه‌های نظامی احداث کرده و امروزه نگرانی آسیا پاسیفیک ایالات متحده و هندو پاسیفیک آمریکایی‌ها دقیقاً این نقطه میباشه که چینایی‌ها هم از طریق پاکستان تلاش میکنه که در واقع توسعه خود را در حوزه‌های امنیتی و ژئوپلیتیک ارتقا ببخشه و هم در واقع به صورت مستقیم تلاش میکنه که امروزه یک نظم چند جانبه گرایی را در ساختار نظام بین الملل مطمح نظر قرار بده و او نظم چند جانبه گرایی تنها با وجوه نرم افزاری قدرت امکان تحقق نداره. آقای نظری، شما به جیبوتی اشاره کردین، اما شرایط سیاسی امنیتی جیبوتی با افغانستان خیلی متفاوت. افغانستان شاهد حضور بازیگران قدرتمندی از دنیا و منطقه هست. فکر نمی کنید که باز هم یک مقدار چین با نگاهی محتاطانه تر به این موضوع نگاه میکنه؟ ببینید، برای چین رشد داعش یک خطر امنیتی هست و چینایی ها تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد که داعش در افغانستان سر بلند کنه و آیغورها به عنوان ابزار سیاست خارجی آمریکا به منظور نقض گسترده حقوق بشر و اتهام هایی که آمریکایی ها و غربی ها عمدتا بر چین مطرح میکنه و فشار را بر چینایی ها در سطح نظام بین الملل افزایش میده، اتفاق بیفته. به این دلیل است که بحث امنیت ملی چین فوق العاده امروزه مهم است و چین این کار را به تنهایی انجام نخواهد داد. با همرزم خود آقای پوتین و همچنین شرکای منطقه‌ای خود پاکستان و ایران به فرجام خواهد رساند. از این منظر من فکر توان رویارویی در حال حاضر بیشتر در آمریکایی‌ها ضعیف شده و آمریکایی‌ها نمی‌خواهند او تقابل را با چین در حوزه افغانستان داشته باشد که عملاً طی 20 سال گذشته با مشارکت ناتو در افغانستان شکست خوردن. متشکرم. و آقای وزیر بسیار کوتاه اگر بفرمایید، قرار است که دور جدیدی از مذاکرات صلح در قطر آغاز شود، شرایط کنونی صلح را معلول چه عواملی قرار میده؟ خب اینک پیشرفت خوب است که ما شاهد مذاکرات بین حرکت بین هیئت که از کابل رفته بود و هیئت حرکت طالبان در تهران بودیم و همچنان اگر قرار است این هیئتی که به حالت عالی رتبه که از کابل به دوحه می رود و با رهبری حرکت طالبان در آنجا ملاقات می کند انجام شود، یک پیشرفت خوب است و می تواند شعله ای از امید را در افق بیفروزد. به هر حال ما در افغانستان گزینه‌ای غیر از این نداریم که
به سوی صلح برویم. حالا وقتی آن است که هم حرکت طالبان، رهبری حرکت طالبان، افراد حرکت طالبان و هم سیاستمداران افغانستان، هم آن کسانی که در ارگ حضور دارند، همه رهبران سیاسی این را باید آموخته باشند که این جنگ نافرجام، این جنگ نافرجام و بی نتیجه غیر از تباهی و بربادی افغانستان و از به تاراج رفتن داشته های مادی معنوی افغانستان و تباهی دین و دنیای مردم افغانستان و اخلاق مردم افغانستان و معنویات مردم افغانستان و داشته های مادی مردم افغانستان، نتیجه دیگر، نتیجه مثبت دیگر با خود ندارد. بنابراین خواست ملت افغانستان، مردم افغانستان و وجدان و اخلاق و همه این است که این جنگ امروز قبل از فردا با پایان برسد. و من این نگرانی را دارم و از این تریبیون شما میخوام عرض بکنم که اصرار بر جنگ نتیجه ندارد و کسانی که بر جنگ اصرار میکنند و در موقف قدرت و احساس میکنند که نیرومند هستند، من میترسم که این دامه، این جنگ دامه باشد برای آنها، دامه باشد که برای آنها گسترده شده باشد. و طبعا بعد از مرگ رستم نوشدارو فایده ای ندارد. متشکرم و سپاسگزارم. به پایان این برنامه گفتاورد میرسیم. متشکرم از حضور جناب آقای وزین، جناب آقای محدثی و جناب آقای نظری که در این برنامه با ما همراه بودند. این برنامه را روی یوتیوب تلویزیون تمدن هم میتونید دنبال بکنید. خداوند یار و نگهدارتون. We'll be right back.